اللهم صل على سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. روايات و نصوص و متونی که در کتب عامه نسبت به جریان و سرنوشت یأجوج و مأجوج در آن مطالبی آمده بود، تقریبا ما استقصا کردیم. قبل از اینکه بپردازیم به روایات خاصه و ببینیم جایگاه این جریان یأجوج و مأجوج در کتابهای ما چقدره و چقدر به آن بها داده شده، اجازه بدید یک نیمه نگاهی به راویان روایات یأجوج و مأجوج بپردازیم. بعضن مسئله دار هستند، مشکل دارن بعضن. من فعلا لیست را میخوانم، اسم کسانی که این جریانات یأجوج را نقل کردن: کعب. اصولا کعب الاحبار در ارتباط با ملاحم و آخر الزمان و قضایای مهدویت 90 تا تقریبا روایت داره. این رو شما یک نگاه بندازید، حالی که من میگم 90 تا دقیق نیست، ممکن حالا 4 تا کمتر 4 تا بیشتر در همین حد. کعب الاحبار یکی از روات این نصوص یأجوج و مأجوج و ما مفصل راجع به ایشون بحث کردیم. ایشون مشکل داره. ریشه تفکرش به چی برمیگرده؟ به کتب اسرائیلیات برمیگرده. تبیع یا توبیع، ما مفصل راجع به ایشون بحث کردیم. این آقا بیش از 10 روایت راجع به ملاحم و راجع به قضایای آخر الزمان و قضایای مرتبط با حضرت مهدی ازشون آمده. خب خود این آقا مسئله داره. آقای وهب، وهب ابن منبه یا منبه، خب دیروز اشاره کردیم راجع به ایشان که از نظر ما این آقا استثناء شده از رجال نوادر الحکمه و هر کس که استثناء بشه مسئله داره و روایاتش مشکل داره. مرحوم آقای ششتری علت استثناء را بیان کردن. و بیان کردن که علتش روایات نقل روایات منکر، روایاتی که خود متنش میگه صادر نشدن. خب مقدارشو نقل کردن، یه بعض دیگهشم اشاره میکنم. خب من اخباره الموضوعه، از روایات کذبش، همین وحد اونیست که به پیامبر نسبت میده،
که پیامبر فرمودن کیک و کیک فلانی و فلانی به منزلت از سمع و البصر، اینها از جایگاهشون اسلام مثل سمع و بصر است نسبت به انسان. لذا پیامبر اکرم از اینها نخواست که برن برای دعوت به اسلام، چون خودشون اسلام هست. خب یا روایت مرو، وقتی مرض الموت پیامبر اکرم هنگام بیماری نسبت بیدن که فرمودن امر کنه به فلان بگید بره نماز جای من بخونه، از اکاذیب ایشونه، روایات ایشونه. نمیدونم اولین کسی که قرآن را جمع کرده عطا ابن مرکوبه، عطا ابن مرکبود جمع القرآن به صنعاء، اولین کسی که قرآن را جمع کرد ایشون، اونم در صنعاء. خب بعد میفرماد که این آقا کسی است که طبق نقل ابن قتیبه این آقا جزء فارس بود. کسرایشون رو فرستاد برای یمن و میگه که من قرأت من کتب الله 72 کتاب، با 72 کتاب از کتبی که منسوب به کتب آسمانی است اونا رو من خوندم و آشنا شدم. خب حموی میگه کان کثیرا نقل، این آقا اصلا تک کلامش، ریشه تفکرش، ریشه نقد روایاتش من الکتب القدیمه المعروفه بالاسرائیلیات، این حرف کیه؟ حمویه. میگه ایشون اصلا معروف بود، از کتابای اسرائیلیات روایت نقل میکرد. خب اینم یکی از روایت، همین روایاتی چی بود؟ یعجوج و ماجوج. دیدید اصلا نقش نمیده، اصلا به قول عرب ها تهمیش، تهمیش یعنی کنار گذاشتن و از رده خارج کردن. اهل بیت را اصلا، امام زمان را اصلا بیشون در خارج زمان نقش نمیده. نقش مال کس دیگه است؟ برای مکه معظمه، برای کعبه مشرفه، زاده الله شرفا، خدای بر شرافت کعبه بیفزاد، اصلا نقش نمیده. نقش مال تور است و نقش مال جای دیگه است. خب اینم یکی از رواده. باز عبدالله ابن عمرو ابن عاص با اون سوابق قریب 50 روایت به نام عبدالله ابن عمرو در ملاحم، در فتن، حوادث آخر الزمان ازشون نقل شده. ما پروندهشو باز کردیم، معلوم شد که این آقا کیه؟ باز ریشه فکریش به کجا منتهی میشه؟ صاحب الزاملتین؟ بله؟ اسرائیلیات نقل. در ارتباط با اکرمه، نمیدونم اینجا راجع به ایشون صحبت کردیم یا کلاس دیگه بود، نمیدونم، مفصل من راجع به ایشون صحبت کردم. اکرمه منحرف از نظر اعتقادی، خارجیه و این تفکر رو رفت تبلیغ کرد، همونطور میرفت با این تفکر خارجی و انحرافی را ترویج میداد. این هم یکی از راویانه. خب عروه ابن زبیر، نمیدونم اینجا گفتم یا نگفتم، کان یأخذه الظمع یا ظمع اذا ذکر علی، اسم مولا را که میشنید عصبانی میشد، شروع میکرد فحش دادن، جسارت به مولا امیر مؤمنین روحی فدا، قضایش معروف. خب یک تا برسیم به نمیدونم ابن عائش،
اصلا معلوم است ابن عائشه، ابن عائشه حضرمی یا ابن عباس حضرمی یا حالیس حضرمی، هر سه در سند آمده. بعضی بله کتاب ها میگن ابن حالیس، حالیس حضرت، بعضی میگن ابن عباس حضرت، بعضی میگن ابن عایش حضرت. خب همین هر کدوم باید کی هست اینا؟ وقتی که ما میخواییم این روایت اعتقادیات اعتقادات ما میخواییم به اینها اعتماد کنیم، باید افراد مشخص باشن، معلوم باشن. خب نمیدونم باز میاد بله ابن حرمله، قول حرمله کی هستا؟ ابن او باشه. خب تازه ابن حرمله از کی؟ عن خالته، از خالش نقل میکنه. خب کی هست ایشون؟ بعد یا خود ابو هریره، شما روایات رو نگاه کنید در ارتباط با آخر الزمان، روایات قیام الساعه و روایات مهدوی، تقریبا 300 تا روایت ایشون نقل کنه. بازم میگم کم و زیاد ممکنه 10 تا کمتر یا بیشتر بشه. آیا جناب ابو هریره که راوی این احادیثه از نظر فریقین مقبوله؟ قبل از اینکه وارد بحث راجع به ابو هریره بشن، یک نکته رو خدمت شما عرض بکنم، برای تکرار کرارن عرض شد. ما نمیخواییم با قطع کردن در بعضی روایات، نعوذ بالله نعوذ بالله، در مقام این نیستیم که اصل مهدویت نه خیر، اصل مهدویت جزء چیه؟ مسلمات، ضروریات و از اعتقادات کل مسلمینه. هیچ جای بحثی نیست. اما یه سری مطالب، یه سری قضایا، اینها محتملاً دست برده شده، زیاد و کم شده. به چه هدف؟ یا تاریک نشان دادن، مشوش نشان دادن چهره حضرت مهدی به این جریان، برای تعمد، یا دیگران به بزرگ کردن. و الان اگر میشنید از بعضی از ماهواره های تکفیری ها و پسمنده های اموی، ماهواره های وهابی ها، ببینید همش دنبال همین مطالب هست. مهدی شیعه چنین میگوید، مهدی شیعه چنین است، مهدی است. ما که مهدی شیعه است، همه اعتقاد به اصل مهدویت، همه اعتقاد داریم. یه سری مطالبی را اینها نقل میکنن، باید رو این مطالب دقت کرد. یک سری مطالب هم فرض کن در روایت خود ما هم اومده باشد. مگر همه روایت ما مورد قبوله؟ ببینید مرحوم طبرسی در اعلام الورا چی می فرماد. اون جایی که مسئله تخریب مساجد دارم، در مسئله نمیدارم منائر یا منابر نمیدارم، یقتل شیخ زانی نمیدارم، یک چند موردی که نقل میکنم، یحکم به حکم داوود، چون هم اول میفهمد که قطعی نیست اینا، بعد توجیه میکنه. یعنی همون اول بررسی چی میفهمن؟ بررسی سندی، که بدهکار نباشیم که اگه ما فرض کنیم نتونستیم توجیه کنیم به رخ ما، نه خیر، همون اول قطعی نیست، ولی بعد قشنگ همه رو توجیه میکنه. روایاتی که در این ارتباط هست، انصافاً باید با دقت و اعصاب دست، با تأمل و محققانه باید وارد شد. روایاتی که یک سریش اینها راویانش هستن، روایت یا باید بالاخره
اگر خبر واحده باید محفوف به قرائن قطعی باشه، یا لااقل مستفیض باشه، اونم طبق مبنای بعضی از بزرگان معاصر، یا متواتر باشد، یا بالاخره روایاتی باشد که جزء اقاریره. میپذیریم المهدی من نسل فاطمه، المهدی من نسل الحسین، المهدی طاووس و اهل جنه. هر کس میخواد اینا رو نقل بکنه، ما چون اینا چیه؟ اقراره، اقاریره، اینا رو ما میپذیریم. اما بعضی از روایاتی که یا با معتقدات نمیسازه، یا اینا باید توجیه بشه. چند پریشب بودارن برنامه مستقیم داشتیم، سوال مطرح بود که بله اینجور شما میگید که امام زمان همون اول میاد از عقائدشون میپرسه، و اگر اینها معتقد به امامت ائمه اثنی عشر نباشن اینها رو میکشه. کجا داره؟ بعد اشکال میکرد که مردم زیر آوار هستن، عوضی که از آوار نجاتشون بده اول میده. گفتم چیزی ما نداریم. البته حضرت مهدی روحی فدا تمام دنیا را به اسلام محمدی دعوت میکنه، شک بیره و اسلام محمدی همون اسلامی است که بعد از رسول الله خلیفش مولا الموحدین باشد، شک در این نیست. اما این مطلبی که شما نقل همون اول قبل از اینکه نار از زیر آوار در بیاره و میخواد که باید من ندیدم، باید روی این دقت کرد، بحث کرد، یا نمیدونم اصلا دیگه توبه نمیپذیره. بعد داریم دسته روایت، خب معارضم داره، دوران هستم دوران نیست که اصلا توبه پذیرفته نمیشه. خب یکی دو تا دسته روایت در مقابلش ده ها روایت، خب اینا رو باید بررسی کنیم، سندن دلالتن جمع کنیم بر فرض صحت و بر فرض تعارض، بله حجیت و بعدش تعارض جمع کنی. توبه کی نمیپذیره؟ و کسانی که یعرفونه و کما یعرفونه ابناءهم، اما یحرفون الکلمه عن موضعه. انسان های ناسبی دشمنیشون علنیه، در این حال مثل خورشید میدونن حق با کیه، اما دهن کجی میکنن و در طول تاریخشون، طول زندگیشون همینجوری بودن. اینا وقتی که زور را، وقتی که قدرت را، وقتی که عظمت را دیدن تسلیم، ممکنه بگیم مراد اینا باشه. اینا رو بودش بحث بکنیم. پس اینجوری نیست که ما هر روایتی را هر کجا دیدیم تمام، به قول استاد معظم ما چاپیه، که چاپی شد دیگه تمومه. یکی از دلائل ادله اعتبار روایت چیه؟ بله؟ چاپ شد، چاپی. اینجور که نمیشه. خب برمیگردیم به این راوی دیگر که روایات متعددی از ایشان نقل شده است. اصلا ما قبل از این که مراجعه کنیم به کتب خودمون نسبت به جناب ابو هریره، ببینیم خود آقایون چی میگه. این کتابی که دست منه سیر اعلام النبلا، خب اسمشونه میاره، در اسمش اختلاف هست، اسمش چی ابو هریره؟ 39 تا اسم ظاهرا. حالا کار بین ما نداریم فعلا. نسبت به ایشون
گفتن که حمله عن النبی، از پیامبر اکرم روایت نقل میکنه و از ابی و از اولی و دومی و از اسامه و از عایشه و از فضل و از بصره ابن ابی بصره و از کعب، اما از امیرالمومنین یک روایت نقل نمیکنه. یعنی معاصر حضرت نبوده، معاصر بعد از حضرت هم بوده تا برسه به معاصر خود. خب مولامون امیرالمومنین سال 40 به شهادت رسیدن، ایشون سال 59 فوت شد، یعنی بعد از حضرت هم بوده، اما از ایشون نقل نمیکنه. خب تا میاد میگه که که ایشون اسلام آورد، کان مقدمه و اسلامه فی اول سنه 7 خیبر، بعد از فتح خیبر. خب ببینید شهد تو، البته میگه شهد تو خیبر، جا دیگه که جئت تو یوم خیبر بعد ما فرغ من القتال، جنگ تمام شده بود، عملیات تمام شده بود، پیروزی تمام شده و پیروز شده مسلمین که ایشون آمد و مسلمان شد. خب از خیبر تا رحلت پیامبر کم چند ساله؟ 3 سال. یه دارم مأموریت داشت اینجا اونجا رفته بود، یعنی خیلی پیش پیامبر خدمت پیامبر کم نبود. خودش میگه، میگه صحبت رسول الله 3 سنین، سن میکنم که مثلا حد اکثر رو بگه، حد اکثر 3 سال. بسیار. خودش میگه که رأیتنی اصر و بین القبر و المنبر من الجوع، اونقدر وضع مالیم خراب بود که میخواستم از خونه بیام مسجد همونجا میافتادم، حتی یقول مجنون سرعن، یه فرد سرع میشدم. خب اما همین آقا میفهمد که بله کنا عند ابی هریره، یه وقت خدمت ابو هریره نشسته بودیم و فتمخته آبه چیه بینیشا تمیز کرد با چی؟ فمسح بردائه و قال الحمد لله الذي تمخته ابو هریره فی الکتان. ما الان بحثمون اونقدر تغییر کرده، وضع مالیمون اونقدر خوب شده که دستمال کاغذیمون کتانه و قبلا گرسنگی میکشیدیم، اما الان ولقد رأیتنی و انی لأخر فی ما بین منزل عایشه و المنبر، اون وقت اونقدر گرسنه بودم، وضع مالی خراب بود، اما الان دستمال کاغذمون چیه؟ کتانه. خب کسی نیست که سوال کنه این دستمال کاغذی های کتان رو نمیدونم این اوضاع مالی و تغییرات و از کجا آوردید؟ بفرمایید. اینا خودشون نقل میکنند. ایشون شهریه فوق العاده ای داشت از معاویه، کان ابو هریره اذا اعطاه معاویه سکت و اذا فاذا امسک عنه تکلم. اگه سر ما به حسابش ریخته می شد هیچ نمید، ولی اگر یه خود تأخیر می افتاد پرونده را باز می کرد. خب اجازه بدید ما ببینیم خود حکومت ها، خود خلیفه اول نسبت به ایشون چه نظری داره، بعدم برخورد کن ببینیم احادیثشون چی. بفهم 612 آقای ذهبی اینو نقل میکنه که آقای ابو هریره مدت استاندار بحرین بود، پولهای هنگفتی به جیب زد، اختلاس کرد،
إن عمر بل إن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين واستنضر البحرين إن شاء الله فقدمت بعشرة آلاف ده هزار مثقال. فقال له عمر استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه دشمن خدا دشمن قرآن تو این اموال از کجا آوردی؟ دیگه اینجا نمیگه که چی شد. بعد فقط میگه نه من دشمن خدا پیامبر نیستم. پس پولا رو از کجا آوردی؟ گفت خیلی نتجت غنت رقیق لی اعطیتو بله بله اعطیه تتابعت. خلاصه اونجا کار اقتصادی هم میکردم و پول های زیادی هم به جیب زدم. اما در ارتباط با روایاتش دقت کنید، در ارتباط با روایاتش خود آقایان میفهمن روایاتش مشکل داره، روایات ایشون رو نمیشه بهش اعتماد کرد. ایشون فرمودن که من الان این روایاتی که نقل میکنم از یک کیسه است، چند تا کیسه دیگه دارم آکبنده هنوز باز نکردم. کان ابو هریره یقول رب کیس عند ابو هریره لم یفتحه، هنوز هست کیسه هایی که آکبنده باز نکردیم. همون کیسه ای که ازش باز کرده و روایت نقل می کند، خلیفه دوم بهش میگه که دست بر می داری از نقل این احادیث، لتترکن الحدیث عن رسول الله اول الحقنك به ارض دوس دوس سوره تبعید می کند، از این احادیث نقل نکن. خب یا این که خود عایشه بهش میگه ببینم چی اینقدر حدیث نم، ما که همسر پیغمبر هستیم اینقدر حدیث نداریم، نه تو این از کجا میاری نقل میکنه. دخل ابو هریره على عایشه فقالت له اکثرت یا ابا هریره عن رسول الله، شغل ولده اینقدر حدیث نقل میکنه پیغمبر. قال ای والله یا امه راست میگی، ما کانت تشغلونی انهو المرآت ولا المکحله ولا دو، یعنی چه یه تکم انداخت. گفت فقط من سرکارم با آینه و چه میگم با سرمه و این چیزا نبود، من فقط طلبه بودم و هی می نشتم تقریب میکنم. خب ببینید خلیفه بهش اشکال میکنه، عایشه بهش اشکال میکنه، مروان بهش اشکال میکنه. مروان چی میگه؟ میگه یا ابا هریره اجازه میده من حرف مردم رو بزنم؟ چی میگن مردم؟ ان الناس قالوا اکثر الحديث عن رسول الله و انما قدم قبل وفاته بيسير، زیر سؤال بردن احادیث جناب ابو هریره تازگی نداره، از همون روزهاست، همون روزها به احادیث ایشون به دیده شک نگاه میکردن. جناب عایشه اینجوری بهش میگه اکثرت، خلیفه که اون تعبیر داره لتترکن الحدیث، مروانم که اینه میگه مردم همینه میگن. خب باز در جمعی به ایشون ایراد گرفته شد که این احادیث را مردم میگن از خودت نقل کردی. میگه نه بابا ما احادیث را از پیامبر شد. میگه خب پس چرا نه به اسلام مهاجرین و نه تابعین، نه مهاجرین و نه انصار، اون قدی که تو نقل میکنی
نه مهاجرین نکنه کن و نه انصار. تو این از کجا آوردی؟ ایشون هم بر میگرده میگه راستشو بخوایی اونا بازاری بودن، مشغول تجارتشون بودن، فقط من بودم که دنبال جمع‌آوری احادیث، یعنی همه به روایات ایشون گیر دادن. خب بگذاریم از تدلیسی که ایشون داشت، عبارت رو من براتون بخوانم. تدلیسی که ایشون داشت، یه چیزی رو میگفت پیدا بود که از پیامبر نشنیده. این از پیامبر شنیدی؟ میگه برام گفته شد. من اینا برای عبارت رو بخوانم براتون. آقای ذهبی هم میاد تدلیسش رو توجیه میکنه، میگه اشکالی ندارد، تدلیس بین صحابه خیلیه. تدلیس آقای شعبی یا شعبه، شعبه بن حجاج میگه که تدلیس اخول کذب، برادر دروغه. یه جا دیگه میگه که اشد و منال زنا. خب ایشون برای توجیه چی میگه؟ میگه از این کارا صحابه خیلی میکردن، تدلیس صحابی از صحابی ایرادی نداره. خب روی این جهت که صحبت از تدلیس و این حرفا بوده، بله، آقایان از اهل سنت حرفاشو نمیپذیرن. بفرمایید مثلا از اینجا نقل کنم، تا اگر وقت باشه از کتب خودمون نقل کنم. گفتن که آقایی به نام یکی از علمای بزرگشون گفته ابو هریره غیر مقبول الحدیث، احادیث ایشون مورد قبول نیست، مگر روایاتی که در ارتباط با جنه و نار باشد. تو بهشت مثلا چقدر گلابی هست، مثلا توی به اصطلاح چقدر، اینا اشکالی نداره، اما بیش از این از روایات ایشون نه. بفهمید سمعت شعبه یقول کان ابو هریره یدلس. ابو هریره مدلس بود. ذهبی فورا به کمکش میره، میگه که بله تدلیس الصحابتی کثیر ولا عیب فیه، صحابه خیلی از این کارا میکردن. فان تدلیسهم عن صاحب اکبر منهم، یعنی تدلیس این از پیامبر نشنیده، نگه از پیامبر شنیده. ایراد داره میگه؟ ایراد نداره. پا چی ایراد داره؟ تدلیس میگه ایراد نداره. و الصحابه کلهم عدول، صحابه همشون عادل هست. ابراهیم نخعی چی میگه؟ میگه که بله کان اصحابنا یدعون من حدیث ابی هریره، احادیثش را اصلا میزیدن کنار، احمد نمیکن به احادیثش. باز جدی گفته ما کان یأخذون من حدیث ابی هریره ما کان یأخذون الا ما کان من جنت او نار، در ارتباط با قیامت، اما احکام را ابدا از ایشون نمیگرفتن. خب دقت کنید، این مطالبی است که در کتابای خودشون آمده. من چند تا مطلبم از کتابای خودمون، نه آقای شوشتری در دو جای قاموس راجع به ایشون صحبت کرده، جلد 6 و جلد 11. من مقدارش رو براتون نقل کنم. ببینید با این وضعیت ما میتونیم به روایات اینها اعتماد بکنیم، البته با اون شرطی که من گفتم، مگر اینکه مخفوف به قرائن قطعیه باشد یا مستفیض باشد یا متواتر باشد، مخالف معتقدات ما نباشد، اقرار باشد به فضائل اهل بیت. غیر از اینها رو ما میتونیم به اعتماد کنیم. صفحه 236 جلد 6 من مراجعه کنید. ثلاثه از امام صادق، ثلاثه کانو یکذبون علی النبی،
سه نفر بودن که به پیامبر اکرم دروغ نسبت میدادن. نگاه کنید، یکیشون ابو هریره است، یکیشون هم انس و امرأة. بگذاریم باز ابن عد این در خصال آمده، برامای خویم این نقل میکنه از خصال. روایت مطلب بعدی را ابن عبد الحدید نقل میکنه، میگه کان ابو حنیفه لا یعمل به احادیثه. اصلا احناف کلن طرف بودن به تبع خود جناب ابو حنیفه، او به احادیثش عمل نمیکرد، اونم همینطور. ابو جعفر اسکافی میگه انه مدخول عند شیوخنا، احادیثش آسیب داره، آفت داره، غیر مرضی روایه، اصلا روایتش مقبول نیست. ضربه عمر به دره، کتکش زد عمر، شلاقش زد، گفت قد اکثرت روایه، خیلی روایت نقل میکنی از پیامبر اکرم، و اعرابک ان تکون کاذبا، نه تو دروغگو هستی، کاذبا علی رسول الله، تو پیامبر دروغ نسبت میدی. نه خودشون چیز، ببینید دو تا مسئله است، روایت که نقل میکنه راست یا دروغه، چیه که جناب عمر او را بهش زد، روایت راست نقل میکنه یا دروغ نقل میکنه؟ اگر راست، مشکل در خود خلیفه است، و چطور روایت صادق را، و چرا مانع روایت صادق میشه؟ اگر بله نمیخوام وارد این بحث بشم، و الا مسئله منع حدیث، خب سیاست خلفا همین بود. ما فعلا میخوایم جدلا بحث کنیم، میگیم وقتی که ورابا او رو میزن میگفت نقل نکن، چی نقل نکن، صادق یا کاذب؟ خب اگر صادقی، خب مشکل این طرفه که چرا من از روایت صادق، اگر کاذبه پس دیگه نگفت صحابه چیه؟ عدولم این مشکل هست. فعلا وارد این بحث نمیخوام بشم، بحث اعتقادیه، از بحث تاریخی است، بحث حدیث است، یه وقت دیگه بعد بحث کنیم. خب میگم اینجا این مطلب آمده که جناب خلیفه دوم بهشون میگفت که احرا بک ان تکون کاذبا علی رسول الله، تو در نقل حدیث به پیامبر دروغ نسبت میدی. باز مطلبی را از ابراهیم تیمی نقل کرد که کان الناس لا یأخذون من حدیث ابی هریره الا ما کان من نار او جنه. خب باز اعمش میگه کان ابراهیم صحیح الحدیث، تیمی یا تیمی، فکنت اذا سمعت الحدیث اتیت فعرفت. اصلا فیلتر من ابراهیم تمیمی یا ابراهیم تیمی بود، چون این صحیح الحدیث بود. من هر وقت احادیث میشنیدم اعمش میگه، میرفتم پیششون احادیث رو میخوندم. فأتيته يوما بأحاديث من أحاديث أبي صالح عن أبي هريرة. دفتر ودم روات أبو هريرة بود. قف دعني من أبي هريرة. ليش؟ أحاديث أبو هريرة هاكم. إنهم كانوا يتركون كثيرا من حديثه. بسياري أز أحاديث إيشن را؟ رهامي كذا. أعمش سليمان بن مهران. دیدم پیش ما مقبوله، پیش اونها خیلی مقبوله، قبولش دارن. باز از امیرالمومنین نقل میکنن که قال ان اکذب الناس یا اکذب الاحیاء علی رسول الله ابو هریره. این از امیرالمومنین نقل میکنن، خیلیشون از همه شون بالاتر، چی میگن؟ بله ریکوردو شکسته، خیلی پیامبر اکرم جعلیات رو نسبت میده. باز از ابو حنیفه نقل کردن، از صحابت وقت داریم یا نه؟ چند مطلب عرض کنم. از صحابت کلهم عدول، ریشه تفکر ادار صحابه شد به ابو حنیفه برگرده، میگه صحابه همه عادل هستن، بله ما عدا رجال، چند نفر منهم ابو هریره، میگه اصلا این عادل نیست. خب باز مطالب دیگر را ببینید،
اون جریان لا تجتمع ابنت ولی الله ما ابنت عدو الله که میگن امیر المومنین علیه السلام میخواست حبو سر فاطمه زهرا سلام الله علیها بیاره، اونم کی؟ دختر ابو جهل. دختر ابو جهل زمان پیامبر اکرم میخواست با ازدواج کند که پیامبر اکرم ناراحت شد، فرمود اصلا هم چیزی من اجازه نمیدم. بله یا فاطمه را بله طلاق بده یا اونو طلاق بده. فاطمه بفعتون منی من آباه فقط آن یه راجبه یه راجبه بله کان علی یورید ابنت ابی جهل، اگر علی دختر ابو جهل میخواد با دختر من طلاق بده. اینو کی نقل میکنه؟ ایشان نقل میکنه، ابو هریره نقل میکنه. یا اینکه آمد وقتی که معاویه وارد عراق شد آمد کوفه، ایشون گفت من از پیامبر اکرم شنیدم، رو کرد به مردم با تثبیت حکومت امویین، رو کرد به مردم گفت من از پیامبر شنیدم که فرمود لکل نبی حرم، هر پیامبری حرمی دارد، حرمی المدینه فمن احدث فیها حدثا فعلیه لعنت الله اجمعین، هر کس مشکل توی حرم من راه بیندازد ملعون است. استغفر الله استغفر الله، واشهد ان علیا قد احدث فیها، شهادت میدم که علی یعنی مصداق نعوذ بالله. حالا چی کرد علی در حرم پیامبر اکرم؟ اینا بود سوال کرد. خب از این سنخ روایات زیاد ایشون دارد. بعد جاهزم میگه ان ابا هریره لیس بفقه فی الروایه عن النبی، اصلا مورد وثوق نیست این آقا. خب مطالب دیگه هم اینجا هست، شما نگاه بکنید که دیگه من وارد بحثای دیگری من بشوم. اجمالا راویان روایات یعجوج و ماجوج که دیدید اصلا اسمی از اهل بیت، اسمی از بله امام زمان علیه السلام در اون روایت نیست، عمدتا راویانش این سنخ افراد هستند. لذا باید با روایات با دید دقت و چی میگن کارشناسانه با روایات باید برخورد کرد تا برسیم به السلام علیکم.